بر سر ادامه روابط با مصر و اثرگیری روابط، شما این رو در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟ رفتن حسنی مبارک به عنوان یکی از مخالفان جدی جمهوری اسلامی در آغاز به نفع جمهوری اسلامی تمام شد و همین عمل هم باعث شد هم خامنه‌ای و هم بخشی از مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات مصر اشتباهات بزرگی مرتکب بشن. من یادم خامنه‌ای مرتب صحبت می‌کرد، می‌گفت که دیگه این به اصطلاح تعادلی که در منطقه بعد از قرارداد کمپ دیوید ایجاد شده بود با رفتن مبارک به هم می‌خوره، تعادل جدیدی برقرار خواهد شد که به نفع ملت‌های مسلمان و نتیجه من به نفع جمهوری اسلام. واقعیت اینه که سقوط مبارک به نفع جمهوری اسلامی تمام شد، ولی حسابی که جمهوری اسلامی برای بعد از مبارک باز کرده بود غلط از آب در آمد. اونا خیال میکردن که با سقوط مبارک قرارداد کمپ دیوید لغو میشود و روابط ایران و مصر عادی میشود، اما میبینیم که علارغم صحبت های مثبتی که از هر دو طرف شنیده شد، این دو تا سیاست فعلا در مقابل هم قرار گرفتند. یعنی از یه طرف مصر پرچمدار اتحاد فلسطینی ها شد و این یک ضربه کاری به سوریه و ایران بود که دیگه نمیتوانند از فلسطینی ها به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده بکنند و این یعنی اون اگر رفتن مبارک به نفع جمهوری اسلامی تمام شده بود، این ابتکار دولت جدید درست چندین برابر بیشتر از نفعی که به جمهوری اسلامی رفتن مبارک داشت ضرر میزنه به سیاست‌های جمهوری اسلام. از طرف دیگر سیاست اعلام شده رسمی جمهوری اسلامی محو اسرائیل از نقشه حساب میشه و حاضر نیستن نام این کشور را درست چیز بکنه، عنوان رژیم اشغالگر قدس اسم میبرن ازش، در حالی که مصر روابط عادی با اسرائیل داره. در صحنه بین المللی باز یه مورد دیگر، جمهوری اسلامی همواره پناهگاه شاخه ای از القاعده بوده که ریشه مصری داشته. این روابط القاعده مصری از ایمن الظواهری گرفته تا ناصر المصری و همچنین برادر چیز اون کسی که سادات را ترور کرده بود، اینها اعضای القاعده بودند که بعد از افغانستان آمدن به ایران با خانوادهشون مستقر شدن در ایران و هنوز این خیابان خالد استانبولی در تهران وجود داره که خالد استانبولی تروریستی بود که سادات را کشته و هنوز سادات به عنوان قهرمان ملی برای مردم مصر حساب میشه. مسائل خیلی جدی در این رابطه وجود داره که باید حل بشه. اون حسابی که جمهوری اسلامی با رفتن سادات برای خود باز کرده بود عملا به بن‌بست خورده. فعلا حرکتایی که در منطقه هست عموما به ضرر سیاستای جمهوری اسلامیه و تا زمانی که جمهوری اسلامی به اصطلاح به یه دولت نرمال تبدیل نشه و این روابط نمیتونه عادی بشه. البته اشاره به این نکته ضرورت داره که دو سال پیش باراک اوباما به مناسبت عید نوروز به ملت ایران و رهبران ایران نوروز را تبریک گفت و آرزو کرد که ایران به جامعه جهانی و به اصطلاح صحنه بین المللی برگرده و جایگاه ویژه خود را پیدا بکنه، که خامنه ای بعد از اون گفته بود این درست اون چیزی که ما نمیخواییم، یعنی ما نمیخواییم به جامعه جهانی برگردیم و همین این سیاست تقابل با جامعه جهانی همچنان در جمهوری اسلامی
محور سیاست های خارجیه و هیچ کشوری به ویژه کشورهایی که انقلاب کردن مثل مصر نمیتواند با این سیاست ها هماهنگ بشه. نمیدونم چقدر فرصتمون هستش که 5-6 دقیقه برنامه. من میخواستم یه نکته در رابطه با محاکمه مبارک هم اشاره بکنم. بله. من یه دید مستقلی نسبت به این مسئله دارم. از یک طرف محاکمه مبارک یک در واقع واقعه مبارکی است که دیکتاتورها یه روزی بایست جوابگوی اعمال خودشان باشن، کشور را ملک شخصی خود حساب نکنن و با شعارهای غلط و با دشمن تراشی در خارج از کشور ملت خود را در اسارت نگه ندارن. این کار خوبیه که دیکتاتورها جوابگو باشن و جواب بدم به این من. در گذشته بالاخره در کودتاها یا در انقلابها اینطوری بوده که رهبران کشور یا کشته می شدن یا مجبور می شدن فرار بکنن و مهاجرت اختیار بکنن. در ایران این نمونه شما داریم که به غیر از مظفرالدین شاه هیچ کدوم از شاه ها در واقع در ایران نموردن، حالا یعنی ایرانی ها شاه پرستن، یا کشتن یا فراری دادن که در مهاجرت مرده این شاه. در سایر کشورهای منطقه هم تقریبا همین طور بوده و این اولین بار است که ما، البته قبل از مبارک صدام محاکمه شد و بن علی هم غیاباً محاکمه شد، منتها صدام را در واقع آمریکایی‌ها محاکمه کردند و بن علی هم غیاباً محاکمه شد، اما مبارک را یک دادگاه عادی، نه دادگاه انقلابی و نه دادگاه نظامی، بلکه یک محکمه عادی دادگستری محاکمه میکنه و این نشان میده که جوامع اسلامی دارن در واقع این جدایی قوا مشق دموکراسی میکنن، همین دیگه در واقع این چیز شیوه برخورد دموکراتیک را در عمل دارن نهادینه میکنن و همچنین این استقلال گواه هم وجود داره، یعنی دادگستری یه نهاد مستقلیه، میتواند رهبر مملکت را هم محاکمه بکنه، نه اینکه مثل جمهوری اسلامی رهبر جمهوری اسلامی هر روز برای دادگستری چیزی بده. محاکمه دیکتاتورها از اروپای شرقی شروع شد در دهه 90 قرن گذشته و البته اونجا با آرامش پیش رفت، ولی به هر حال در جریان داستان یوگسلاوی و دادگاه بین المللی میلوسویچ و دیگران مجبور شدن جوابگو باشند و ما امیدواریم که این حرکت میمون و مبارک به خانه ما بیاد و کسانی که طی 32 سال گذشته دستشون به خون ملت آغشته شده در یک دادگاه عادلانه با حضور وکلایشون جوابگوی جنایات خودشون باشن. ولی در این حال محاکمه مبارک یک تاثیر منفی روی جنبش‌های دموکراسی خواهی در منطقه داره، یعنی اینکه دیکتاتورها احساس میکنن که اگر کوتاه بیایند به سرنوشت مبارک دچار میشن، در نتیجه تا آخر نفس مقاومت میکنن و این برای پیشرفت دموکراسی در منطقه مشکل ایجاد میکنه. بله. آقای رزمی، 2 دقیقه از وقت برنامه مونده و یک سوال دارم از خدمت شما، این که با توجه به شرایط پیش آمده و معادلات جدیدی که در صحنه سیاست جهانی هست، آیا جمهوری اسلامی مجبور میشه در سیاست‌های خارجی خودش تجدید نظری داشته باشه و یا نه آقای خامنه‌ای و سیاست وابسته به افکار اون همچنان بر همون مدار بسته خودشون حرکت میکنن؟ من فکر میکنم بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که اون سیاست های قبلی شکست خورده و بایستی تغییر پیدا کنه و سیاست خارجی بایستی بر اساس منافع ملی تعمیم بشه. روحانیت هرگز با این مسئله موافقت نخواهد کرد، چون
منافع روحانیت با منافع ملی در تضاد است. اونها به هر حال خود را نماینده خدا، نماینده امام، اینجور چیزا می دانند و به لحاظ ایدئولوژی خودشون را برتر می دانند و می خواهند با کفر جهانی مبارزه بکنند. حتی کتابای درسی را همه را طوری تنظیم کردند که جهاد و شهادت و اینجور چیزا به دانش آموزان آموزش می دن. روحانیت با این مسئله موافقت نخواهد کرد، چون نابودی خود را در آن می بیند. همون حرفی که خامنه ای گفت در مقابل پیام باراک اوباما، یعنی این همون چیزی که ما نمیخوایم به جامعه جهانی برگردیم. بنابراین تا زمانی که روحانیت در قدرت، امکان اصلاح جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود نداره. همچنان که سیاست داخلیش هم عملا نمیتونه اصلاح بشه به خاطر منافع خاصی که روحانیت داره. من باز از اینجا از جمهوری اسلامی به عنوان بعد از 32 سال تجربه به عنوان یک نظام و یا یک رژیم کلنجی اسم میبرم که به هیچ وجه قابل اصلاح و نوسازی نیست. و اگر سیاست خارجی اصلاح بشه، این باعث استحاله جمهوری اسلامی میشه و روحانیت به این مسئله گردن نمیگذاره و جامعه جهانی مخالفین جمهوری اسلامی راهی ندارن غیر از کنار زدن روحانیت از حاکمیت. بله، بسیار سپاسگزاریم آقای رزمی. با توجه که وقت برنامه ما به پایان رسیده، در همینجا برنامه رو به پایان میبریم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه در برنامه امشب نگاه حضور پیدا کردید. منم از شما و از بینندگان تلویزیون تیش متشکرم. خواهش می‌کنم. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا نوبت دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، شب بر همین شما خوش.